ولسوالی دهراود اروزگان در آتش جنگ می سوزد. بیش از دو روز می شود که طالبان حمله هایشان را بر این ولسوالی در حدود 40 کیلومتری شهر ترنکوت شدت بخشیدن. در دیر ولایت وسخ راغلی دی، یعنی دغه ساحه تر اوسه هم نیولې دي. د ټول ولس دلته کډې بار کړي دي. تېره شپه هم جګړه وه، پرونده هم جګړه وه، برای ماښام هم جګړه وه، دا اوس هم جګړه روانه ده. این زخمیان جنگ دهراود هستند که به شفاخانه انتقال داده شدند. یوزای ولال عمره لیبون شدی نور خوش کلژم خوش تا کوس معلومه نه ورته چې د کیم خواسوم شدی برم پپشک یوزوم درې کس نور. سال هاست که راه‌های زمینی تمامی پنج ولسوالی اروزگان به شهر ترنکوت بسته است. دیشب طالبان بر بخش‌های از منطقه رستاق‌آباد در حوزه چهارم شهر کندوز نیز حمله کردند. داخل شهر هر تا جنگ است و شو تا صبح خویز خواه در چشمی کسی نیست. در طرف شهر جنگ. نبود روزم یا خواه تکسید و یا زخمی سوید. یک لک دو لک سودا میکنیم، ما میاری 2000 پس سودا نداریم. در 24 ساعت گذشته در سه ولسوالی عملیاتشان آغاز کرد که در ولسوالی بغلان مرکزی، دانی، غوری، خوست که 20 نفر از مخالفین دولت کشته شدند. روشن نبودن نتیجه مذاکرات دوحه و سنگینی نبردها در کشور نگرانی ها را درباره چگونگی رسیدن به صلح بیشتر ساخته است. My judgment as the negotiations between them. به قضاوت من با آغاز مذاکرات دو طرف از خشونت همچون ابزاری برای نیرومند ساختن موقفشان و شکل دادن به مذاکرات کار میگیرند. این تعجب آور نیست. در یک حمله دیگری طالبان در ولسوالی تختپل کندهار 3 تن از نیروهای دولتی جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. اجرای حمله های تهاجمی، انتحار و انفجار، استفاده از ماین های کنار جاده‌ای در سطح بالا توسط طالبان صورت میگیرد. اما این سوتر نیروهای ویژه تازه نفس ارتش هم در بخش‌های از ولایت ناامن میدان وردک جابجا شدند.